امروز میخوام 10 تا از ابزارهای هوش مصنوعی رایگانی رو بهتون معرفی کنم که هر روز خودم باهاشون سر کار دارم و میتونم بگم که امسال خیلی تو زندگی و کسب و کارم بهم کمک کرد، هزینه ها رو پایین آورد و سرعت کار رو بیشتر کرد، باعث شد که اصلا من وقت آزاد بیشتری داشته باشم. شاید این ابزارها به کار شما هم بیان، پس با من همراه باشید و این قسمت کاربردی رو از دست ندید. بدون مقدمه شروع میکنیم. هوش مصنوعی گوگل بارد بچه‌ها مهمترین ابزاریه که این روزها من و تیمم باهاش سر و کار داریم. روزانه گوگل بارد هوش مصنوعی گوگله که با چت جی پی تی رقابت میکنه. استفاده ازش کاملا رایگانه و فقط باید به حساب جیمیلتون وصل بشید. اما استفاده ما ازش چیه؟ ببینید، 1001 استفاده. مثلا من قبلا تو مجموعه خودم تا همین 6 ماه پیش یه ویراستار داشتم. وظیفه‌اش این بود که مقالاتی که من و وبمسترم می‌نویسیم رو تو وبسایت ویراستاری کنه. این نیرو امروز بچه‌ها حذف شده، چون گوگل بارد ظرف چند ثانیه یه مقاله رو برامون ویراستاری می‌کنه. خیلی جالبه. من بچه‌ها یه روزی 3 تا نیروی تولید کننده محتوا برای وبسایتم داشتم. امروز کردیمش یه نفر، چون حجم عمده مقالات ما رو امروز هوش مصنوعی می‌نویسه. حتی بهتر از بچه‌ها. نمونه مقاله‌ای که دارم بهتون نشون میدم شاید 80% رو هوش مصنوعی نوشته. البته ما به هوش مصنوعی جهت میدیم، خودش 0% مقاله رو حق نداره بنویسه، فقط باید به سوالات ما یا تیترهایی که ما مطرح میکنیم جواب بده. این اقدام یعنی صرفه‌جویی تو زمان، کاهش نیروی انسانی و تولید محتوای با کیفیت. در آینده یه جلسه کامل رو اصلا به گوگل بارد اختصاص میدم و از قابلیت‌های بی‌نظیرش میگم. هوش مصنوعی بعدی که ما روزانه باهاش سر کار داریم ایدوگرام هستش. ایدوگرام سایتیه که از هوش مصنوعی برای تولید عکس با متن استفاده میکنه. این سایت تو سال 2023 راه اندازی شد و خیلی سریع تبدیل به یکی از محبوب ترین سایت های تولید عکس به متن شد. این ابزار روزانه 25 تا تصویر رایگان بهتون میده که برای مصرف ما حداقل کفایت میکنه. ما تصاویر مقالاتمون رو بچه‌ها با استفاده از این ابزار می‌سازیم. این باعث میشه که مقالات ما تصویر یونیک داشته باشه. این برای گوگل مثبت، اعتبار بیشتری به ما میده و همچنین وقت نویسنده رو واقعا کمتر تلف میکنه. هر مقاله نیاز به 3 تا 4 تا عکس داره. در گذشته پیدا کردن اینها از گوگل واقعا وقت زیادی میگرفت، پیدا کردن تصاویر مرتبط. ابزارهای هوش مصنوعی دیگه‌ای که این روزها من خیلی ازش استفاده می‌کنم ادوبی اسپیچ انهانسر هستش. این ابزار یه هوش مصنوعیه که صدا رو بچه‌ها واضح‌تر و قابل فهم‌تر می‌کنه. شرکت ادوبی سازنده این ابزار، شرکتی که نرم افزار فتوشاپ رو می‌سازه. این هوش مصنوعی از یه شبکه عصبی مصنوعی برای حذف نویز و بهبود کیفیت صدا استفاده می‌کنه. بیا تستش کنیم. من یه صدایی که نویز زیادی داره رو بهش میدم. اول صدای نویزدار رو بشنوید بچه‌ها. این یه فایل تسته و توش پر از نویزه. خب حالا این ابزار به راحتی میتونه نویزها رو حذف کنه. قبلا ما این کار رو تو نرم افزارهای مختلف انجام میدادیم، اما امروز هوش مصنوعی با قدرت بیشتر، سرعت بیشتر این کار رو به صورت کاملا اتومات برای ما انجام میده. نتیجه این شد بچه‌ها. این یه فایل تسته و توش پر از نویزه. واقعا فوق‌العاده است. من با این ابزار سعی می‌کنم صدای با کیفیت‌تری ارائه بدم، چون شغلم آموزشه، پس کیفیت صدا تو حرفه من خیلی مهمه. من بچه‌ها میکروفون گرون قیمتی ندارم، اما این ابزارها کیفیت کار رو به راحتی بالاتر میبرن. کسایی که آموزش‌های من رو دنبال میکنن میدونن که ما در حال ساخت یک بازی دو بعدی موبایلی هستیم. من دقیقا تو قسمتی از مراحل ساخت بازی هستم که باید آروم آروم صداگذاری کار رو انجام بدم بچه‌ها. مثلا بهتره صدای پای کاراکتر رو داشته باشیم یا صدای قفل بودن در. مثلا صداگذاری بچه‌ها تو صنعت بازی یا ساخت انیمیشن اصلا کار آسونی نیستش. در واقع تو خیلی از مواقع، چون پیدا کردن یه صدا وقت زیادی از ما میگیره، پیدا کردن یه افکت خیلی ممکنه زمان بر بشه، اصلا خودمون اون صدا رو ایجاد میکنیم. براتون مثال میزنم. مثلا من به یک صدای ناک ناک احتیاج دارم که مثلا شخصی داره به یک در چوبی میکوبه. پیدا کردن این افکت خاص، افکتی که مد نظر منه، تو هزاران افکتی که تو سر تا سر اینترنت وجود داره اصلا کار آسونی نیست. ممکنه 10 دقیقه یا رو 20 دقیقه از وقت من رو بگیره پیدا کردن یه افکت فقط. شاید آسان‌تر از پیدا کردن یه افکت صوتی تو اینترنت این باشه که اصلا ما خودمون این افکت رو بسازیم. مثلا من اگه دو بار رو میز چوبی خودم ضربه بزنم، خب این صدا ایجاد میشه، با میکروفون میتونم ضبطش کنم و از این صدا تو اثر خودم استفاده کنم.
اما امروز کار باز راحت تر شده بچه ها. هوش مصنوعی وجود داره به اسم آدیو باکس که محصول شرکت متاس، مالک فیسبوک و اینستاگرام. یکی از کاربردهای این ابزار رایگان اینه که به من افکت صوتی میتونه بده. مثلا من می‌نویسم صدای خنده یه زن رو میخوام، خودش بچه ها میسازه، هوش مصنوعی این صدا رو تولید میکنه. یا مثلا صدای ضربه زدن به یک در چوبی. همه اینها رو میتونه ایجاد بکنه و واقعا بی‌نظیره، سرعت کار رو بالاتر میبره. ببینید اصلا خلاصتون کنم، اگه هوش مصنوعی نبود ما اصلا سراغ آموزش ساخت بازی نمیرفتیم، چون کشیدن همین بک‌گراند کارتونی که میبینید اصلا کار آسونی نیست، حداقل در حد تخصص من نیست. این بک‌گراند رو هوش مصنوعی در اختیار من قرار داده. من با لئوناردو این تصویر رو برای بک‌گراند بازی خودم خلق کردم، پس لئوناردو هم اصلا جا موند. هوش مصنوعی هستش که من در خیلی از مواقع برای خلق تصاویر ازش استفاده میکنم، چون ابزار قدرتمندی. خب ابزار دیگه‌ای که به تازگی دارم باش کار میکنم بچه ها lumalabs.ai هستش. lumalabs یه شرکت هوش مصنوعیه که ابزاری به اسم لوما ساخته. این ابزار از هوش مصنوعی برای تولید مدل‌های سه‌بعدی استفاده میکنه. خیلی جالبه، دنیا به جایی رسیده بچه ها که شما با گوشی موبایلت از هر چیزی که دلت خواست عکس میگیری و هوش مصنوعی اون عکس رو دقیقاً تبدیل میکنه به یک مدل سه‌بعدی. کجا کاربرد داره؟ مثلا من تو آموزش هایی که در خصوص انیمیشن سازی دارم بهتون میدم تو فصل 4 آموزش ها، خب ما یاد گرفتیم که چطور یک مدل رو وارد محیط SFM کنیم. حالا اگه خودمون بخوایم یک مدل شخصی بسازیم اون موقع با چی کار بکنیم؟ کار خیلی سخت میشه، اما لوما امروز بهمون کمک میکنه که هر کاراکتری رو، هر شیئی رو سه‌بعدی کنیم و تو انیمیشن یا بازی های سه‌بعدی که قراره بسازیم ازش استفاده کنیم. بچه ها من با ابزارهای دیگه‌ای هم کار میکنم، مثلا آپسکیل مدیا. در خیلی از مواقع تو تولید محتوا مثلا تصویری که هوش مصنوعی بهمون داده کیفیت خیلی پایینی داره، به دردمون نمیخوره، یعنی سایزش کوچیکه اصلا. این مشکل رو آنسکیل مدیا تو دو سود واسمون حل میکنه، یعنی کیفیت عکس رو چند برابر میکنه. اوکی، با یک کلیک فقط. سلطان عزیز چت جی پی تی رو جا انداختم متاسفانه. ما اصلا با این کارمون رو شروع کردیم، فکر می‌کنم یه مقدار بی‌مهری شد که تو انتهای لیست جاش دادیم. اینم یکی از ابزارهاییه که ما واقعا روزانه باهاش سر کار داریم. در واقع بچه ها ما با تلفیق بارد و چت جی پی تی تولید محتوا انجام میدیم. حالا هر محتوایی تو هر زمینه‌ای، یه سری جاها بارد بهتره، یه سری جاها چت جی پی تی. دیگه گاهی از اوقات من از موبرت هم استفاده میکنم. مثلا شاید موزیک بازی رو اصلا با موبرت بسازیم. موبرت یا میوبرت اسم اصلیش فکر میکنم. یه هوش مصنوعیه که موزیک تولید میکنه بچه‌ها و همونجا بهتون لایسنس هم میده. تو نسخه رایگانش 25 تا موزیک در ماه میتونید تولید کنید. اصلا موزیک هوک اولین ویدیوی فصل 4 هم رو بچه‌ها من با این ابزار ساختم. برید یه بار بشنوید. دیگه از میدجرنی هم من خیلی استفاده میکنم. تنها ابزاری که باید واسهش پول بدیم همین میدجرنیه. ما 600 تومن 700 تومن ناقابل خرجش میکنیم. میدجرنی ابزاری هستش که به ما تصویر میده، یعنی با متن میتونیم تصویر خلق بکنیم. خیلی از تصاویر تامنیل های من رو میدجرنی واسم ساخته. من واقعا عاشق میدجرنی ام، وگرنه بچهای تیم با همون ابزارهای رایگان کار میکنن، مثل لئوناردو، مثل ایدئوگرام. این بوده 10 تا از ابزارهایی که بچه ها من تو سال 2023 واقعا به کارم اومد، به کار تیمم اومد، اصلا باعث پیشرفت بیزنسمون شد. امیدوارم به کار شما هم بیاد، ازشون استفاده بکنید. اگه سوالی بود تو کامنت ها بپرسید. اگه از کانال یوتیوبی هنوز کانال اشتراک نگرفتید، پیشنهاد میکنم کانال ساب بکنید، زنگوله رو فعال کنید، نوتیفیکیشن روی آل قرار بدید تا از همه آموزش ها مطلع بشید. دوستتون دارم. تا آموزش بعد.